به نام خدا. سلام عرض می کنم به شما مخاطبین فرادرس. سارا صرافان هستم، کارشناسی ارشد بیماری‌شناسی گیاهی از دانشگاه فردوسی مشهد و با آموزش درس سمشناسی کشاورزی بخش دوم همراهتون هستم. همونطور که می دونین، علاوه بر حشرات، آفات دیگری مانند کنه ها، جوندگان و نرمتنان به محصول مختلف کشاورزی خسارت وارد می کنند. و پاتوژن های از جمله قارچ ها، باکتری ها، ویروس ها و نماتود ها نیز در اجرای بیماری های گیاهی سهم عمده ای دارند. در این آموزش به دیگر ترکیبات و سومی که برای محافظت از محصول کشاورزی علیه دیگر آفات و بیماری های گیاهی استفاده میشن میپردازم و فصل های پیش رو شامل کنه کش ها، جونده کش ها، حلزون کش ها، قارچ کش ها، نماتود کش ها و باکتری کش ها خواهند بود. خب در فصل اول این آموزش یعنی کنه کش ها به کنه کش های آورمکتین، کنه کش ها با حلقه فنیل، کنه کش های ارگانوتین، کنه کش های دینیتروفنول، کنه کش های سولفیت استر، تنظیم کننده های رشد کنه ها و سایر کنه کش ها اشاره خواهم کرد. کنه ها گروهی از بندپایان هستند که با داشتن قطع دهانی شبیه به تریپس ها و مکیدن شیره گیاهی باعث ایجاد خسارت میشن و سومی که به عنوان کنه‌کش مصرف میشن گروه‌های مختلفی از ترکیبات شیمیایی شامل برخی از حشره‌کش‌های فسفوره، کلوره، کاربامات و حتی سوم قارچ‌کش رو شامل میشن، ولی برخی از این ترکیبات به عنوان کنه‌کش اختصاصی بوده و هر روز به اهمیت استفاده از اونها افزوده میشه و علت عمده این اهمیت طغیان کنه‌های زیان آور در اثر از بین رفتن دشمن طبیعی اونها هستش و به علاوه کنه‌ها به برخی از اونها مقاوم شدن و با اینکه حشره‌کش‌های فسفوره، ترکیبات گوگردی معدنی و پلی‌سولفورها بر روی کنه‌های گیاه‌خوار مؤثرن، ولی اغلب مقاومت کنه‌ها در برابر این ترکیبات مسائل عمده‌ای رو ایجاد کردن و به این دلیل اغلب توصیه میشه که در زمان کاربرد این سموم از یک کنه‌کش اختصاصی به طور توأم یا با فاصله کمی از اون استفاده بشه و کنه‌کش‌ها در این آموزش بر اساس ساختار شیمیاییشون تقسیم بندی شدن که به تعدادی از اونها اشاره خواهد شد. اولین گروه کنه‌کش‌های آورمکتین هستند که آبامکتین، دورامکتین، اپرینومکتین، آیورمکتین و سلامکتین در این گروه هستند و در بین اونها آبامکتین علاوه بر خاصیت حشره کشی و کنه کشی دارای خاصیت نماتود کشی هم هستش و کنه کشی تماسی و گوارشی که علیه کنه زنگ مرکبات موثره و این کنه کش شامل مخلوطی از آورمکتین بیوان A به میزان 80% و آورمکتین بیوان B به میزان کمتر از 20% و از گروه کنه کش ها با حلقه فنیل ابتدا به بنزوکسیمیت اشاره می کنم که کنه‌کش غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی که روی مراحل مختلف زیستی کنه‌ها موثره و داره اثر اولی شدید و دوره محافظتی بلند مدته و بر کنه‌های مقاوم به سم فسفوره و سایر کنه‌کش‌ها موثره و برای کنترل کنه‌های خانواده تترانیکیدائه در محصولات مختلف استفاده میشه و علیه کنه قرمز اروپایی، کنه تارتن دولکه درختان میوه سردسیری، کنه زرد و کنه شرقی مرکب توصیه میشه و این ترکیب با اکثر حشره کشا و قارچ کشا سازگاره و نباید اون رو با محلول بردو مخلوط کرد و سمیت بسیار کمی برای انسان و جانوران خونگرم داره. دیکوفول کنه کشی تماسی و داره خاصیت نفوذیه و جز ترکیبات غیر سیستمیک با اثر حشره کشی اندکه و برای کنترل کنه های تارتن پنبه، درختان جنگلی و گیاهان زینتی توصیه میشه و بر کلی مراحل زیستی کنه ها به غیر از تخم موثره و طیف وسیع کنه‌کش این ترکیب باعث نابودی کنه های مفید هم میشه و دیکوفول ثلث سومی هستش که بر کنه های مقاوم به سوم کلوره و فسفر موثره و این سم به علت ایجاد بروز مقاومت و همچنین دوام زیاد روی گیاه و دیگه ایجاد مسمومیت توصیه میشه که در طول فصل بیش از یک بار از این سم استفاده نشه و سمیت کمی برای انسان و جانوران خونگرم داره و ترکیب پایداره که قابلیت اختلاط با سایر قارچ‌کش‌ها و حشره‌کش‌ها رو داره. کلوروبنزیلیت کنه‌کش تماسیه
که بر تخم‌های تابستانه کنها اثر کافی داره و در زمان سمپاشی اندام‌های گیاه باید کاملاً به محلول سمی آغشته بشه. و علیه کنه‌های مرکبات، پنبه و سویا قابل توصیه هست، ولی در مواردی هم روی سیب، گلابی و آلو لکه‌های سوخته ایجاد می‌کنه. و دوام این سم روی سطوح سمپاشی شده 10 تا 20 روزه و سمیت نسبتاً کمی هم برای انسان و جانوران خونگرم داره و امروزه به علت خاصیت سرطان‌زایی مصرفش در دنیا ممنوع شده. برومو پروپیلیت کنکشی تماسی و غیر سیستمیک با مقداری خاص نفوذی و تدخینیه و اثر اولی شدید و دوره محافظتی متوسطی داره و این ترکیب بر کنه های بالغ، لارو و تخمه اونها بسیار موثره و اگرچه خواص حشره کشی هم داره ولی در درجه اول یک کنه کشه و از اون علیه انواع کنه های خانواده اریوفیدائه و تترانیکیدائه روی درختان میوه، گیاهان زرایی و سبزیجات استفاده میشه و علیه کنه‌های مقاوم به ترکیبات کلوره و فسفره هم موثره و در مبارزه با کنه‌های تار عنکبوتی چغندر، کنه زرد، شرقی و قرمز مرکبات توصیه میشه و سمیت کمی برای انسان و جانوران خونگرم داره. تترادیفون کنه‌کشی تماسی و نفوذی با سمیت اولی کم و دوره محافظت بلند مدته که بر تخم کنه و لارپای جوان اونها تاثیر میذاره و تأثیر این سم بر تخم‌های تابستانه و لاروهای جوان کنها زیاده، ولی بر کنه‌های بالغ و تخم‌های زمستانه سمیت کمی داره و بر کنه‌های خانواده تترانیکیدائه تأثیر مناسبی داره و این سم فاقد خواص حشره‌کشیه، ولی بر کنه‌های شکارگر اثر سو داره و پایداری 4 تا 6 روزه روی سطوح سمپاشی شده داره و داره سمیت کمی برای انسان و جانوران خونگرمه. کلور بنزاید کنه‌کشی اختصاصی با خاصیت تخم‌کشی و لاروکشیه، ولی خواص حشره‌کشی اون کمه و این ترکیب روی بسیار از گونه‌های کنه‌ها موثره، ولی اثر اون روی کنه بالغ کمه و برای مبارزه با کنه‌ها قبل از شکوفه کردن درخت و همچنین گیاهان زینتی و نهالستان‌ها به کار میره و خیار و سایر کدوییان به این سم حساس هستند. فنسون کنه‌کشی تماسی، گوارشی و تدخینیه که عمدتاً بر تخم کنه ها موثره و این ترکیب اثر عقیم کنندگی بر کنه های ماده بالغ داره و از این سم علیه انواع کنه ها روی محصول مختلفی ماننده انگور، سیب، سبزیجات، پنبه و گیاهان زینتی استفاده میشه و برای کنترل موثرتر بهتره که اون رو مخلوط با کنه کش موثر بر حالات متحرک کنه ها و یا یک سم فسفر مناسب مصرف کرد و سمیت اندکی از روی پوستی و گوارشی برای انسان و جانوران خون گرم داره. تتراسول کنه‌کش تماسیه که بر تخم و پوره‌های سین اولیه کنه ها اثر کشندگی زیاد و انتخابی داره و تأثیر اون بر تخم‌های زمستانه کنه‌های مختلف زیاده، ولی بر کنه‌های بالغ موثر نیست و دوام زیادی هم داره و یک بار سمپاشی در طول فصل کافیه و سمیت بسیار کمی هم برای انسان و جانوران خون گرم از راه گوارشی و پوستی داره. خب میرسیم به کنه‌کش‌های ارگانوتین که این ترکیبات در ساختمان شیمی خود دارای اتم قل هستند و حدوداً در سال 1950 به عنوان قارچ‌کش شناخته شدند، ولی در سال 1967 به عنوان کنه‌کش معرفی شدند و این گروه از این سموم به دو دسته تقسیم میشن. در دسته تریآریل در اتم قل سه حلقه متصله و در دسته تریالکیل در اتم قلب سه گروه آلکیل متصله و گروه اول خواص قارچ‌کشی و کنه‌کشی زیادی دارند و از این گروه بیشترین کاربرد را داره، ولی گروه دوم یعنی تریالکیل با وجود داشتن خواص قارچ‌کشی به علت گیاه‌سوزی کاربرد چندانی پیدا نکرده. و ارگانوتین ها با جلوگیری از واکنش فسفوریلاسیون اکسیداتیو در میتوکندری ها از تولید ATP جلوگیری کرده و باعث مرگ جاندار میشن و از این رو جزء سوم متابولیکی به شمار میان. آزوساکلوتین کنه‌کشی تماسی با اثر اولی متوسط و دوره محافظتی بلند مدت و علیه طیف وسیع از کنه ها و تمام حالات متحرک اونها قابل توصیه است و با کاربرد این سم کنه های مقاوم به سوم فسفره و کلوره هم از بین میرن و سمیت نسبتا زیادی برای انسان
و جانبان خون گرم داره. فنبوتاتین اکساید کنکش تماسی و گوارشیه که اثر اولی متوسط و دوره محافظت بلند مدتی داره و حالات متحرک کنار رو از بین میبره، ولی بر تخم اونها موثر نیست و برای دشمن طبیعی کنه ها نسبتا کم خطره و علیه انواع کنه ها روی درختان میوه و گیاهان زینتی استفاده میشه و برای انسان و جانوران خونگر سمیت کمی داره. سی هگزاتین کنکشی تماسی و با اثر اولی متوسط و دوره محافظتی بلند مدته و داره خواص دورکنندگی و ضد تغذیه هستش و کنه های ماده روی سطح سنباشی شده تخم گذاری نمی کنن و هم چلار و پروانه ها از اون تغذیه نمی کنن و بر اغلب کنه های گیاهی که حتی به سوم فسفر و کلور مقاوم شدن موثره. و از کاربرد روغن همراه این سم روی مرکبات باید جلوگیری کرد و سمیت نسبتا زیادی برای انسان و جانوران خونگرم داره، ولی سمیت پوستی اون کمه. و کنکش های گروه دینیتروفنول موادی با خاصیت علف کشی، حشره کشی، کنه کشی و قاش کشی هن. و در بین اونها ترکیباتی هستش که خواص کنه کشی زیادی دارن و بر سایر موجودات اثر کمتری میذارن. و دینوبوتون کنه کش و قاش کشی تماسی با اثر اولی شدید و دوره محافظتی بلند مدته و علیه حالات متحرک کنه ها به کار میره، ولی کلن بر همه حالات کنه ها موثره و در کنترل انواع کنه ها در باغات، سبزیکاری ها، گلخانه ها و در کنترل سپیدک های سطحی کاربرد داره و بر حشرات و کنه های خانواده اریوفیدائه و نیز بیماری سپیدک دروغی تاثیر اندکی داره و به مدت 20-25 روز در سطح گیاه سنباشی شده باقی میمونه و میزان کم به بافت گیاه نفوذ میکنه و سمیت زیادی از راه گوارشی برای انسان و جانوران خونگرم داره، اما سمیت پوستی اون کمه. بینوپاکری کنکش، قارش کش و حشره کشی تماسی با اثر اولی شدید و دوره محافظتی بلند مدته که بر تخم کنها و نیز حشرات مکنده مانند شتا و تریپس ها اثر داره و خاصیت قارش کش قابل توجهی داره و از اون برای کنترل سفیدک های سطحی هم استفاده میشه و دوام این سم روی گیاهان 2-3 هفته هستش و علیه کنه های درختان میوه، گیاهان زینتی و سیفی مصرف میشه و سمیت زیادی هم برای انسان و جانوران خونگرم از راه گوارش داره، ولی سمیت پوستی اون متوسطه. و از گروه کنکش های سولفیت استر میتونم به پروپاژیت اشاره کنم که کنکش غیر سیستمیک و تماسی با اثر اولی متوسط و دوره محافظتی متوسط حدوداً 15 روزه هستش و بر حالات متحرک کنها تاثیر زیادی داره و در کنترل کنه های خانواده اریوفیدائه، تترانیکیدائه و تنوی پالپیدائه روی درختان میوه، گیاهان زراعی و زینتی استفاده میشه و بر کنه های مقاوم به سم فسفر هم موثره و سمیت اندکی برای انسان و جانوران خونگرم داره. خب در اینجا تنظیم کننده های رشد کنه ها رو معرفی میکنم که یکی کلوفنتزین هستش که کنکش تماسی از گروه تترازینا هستش و بر حالات متحرک کنه ها و نیز تخم موثره و از روش جنین در اونها جلوگیری میکنه و علیه کنه قرمز اروپای درختان میوه سرد سیری در اوایل بهار و قبل از تورم جوان توصیه میشه و برای مصارف زمستان علیه مراحل زمستان گذران کنه ها وارد کشور شده و نتایج خوبی داشته و حالت انتخابی روی تخم کنه قرمز اروپایی داره و یکی از مزایای مهم این ترکیب عدم تاثیر سو بر کنه‌های شکارگر و حشرات مفیده و از راه پوستی و گوارشی برای انسان و جانوران خونگرم سمیت کمی داره. فلوساکلوکسرون کنکشی هستش که در تشکیل کیتین در کنه اختلال ایجاد میکنه و روی پوره کنه‌های خانواده اریوفیدائه و تترانیکیدائه اثر داره و سمیت کمی هم برای انسان و جانوران خونگرم داره. در ادامه این فصل به کنکش های اشاره میشه که به گروه هایی که تا الان ذکر شد تعلق ندارن و پیریدابن ترکیب با بنیان پیریدازین هستش که از فرآیند انتقال الکترون در میتوکندری ها جلوگیری میکنه و حشره کش و کنکشی تماسی و غیر سیستمیک با اثر ضربه شدید و دوام باقی مانده بلند مدته
که بعد تمام مراحل رشدی حشرات و کنه ها خصوصا لار و پوره ها بسیار موثره و علیه آفات مکنده و کنه ها در گیاهان زراعی، درختان میوه و گیاهان زینتی استفاده میشه و در مبارزه با کنه زنگ مرکبات موثره و سمیت نسبتا کمی برای انسان و جانوران خونگرم از روی گوارشی و پوستی داره. کلورفن سولفاید کنکشی تماسی با اثر ضربه شدید و اثر حفاظت بلند مدت و خاصیت نفوذیه و اثر ضربه شدیدی برای لار و کنهای بالغ داره و همچنین خاصیت عقیم کننده که روی کنهای ماده داره و علیه کنه ها روی درختان میوه، گیاهان زراعی و انواع گیاهان زینتی به کار گرفته میشه و سمیت اندکی برای انسان و جانوران خونگرم داره. فنازوکس ترکیب با خاصیت حشره کشیه و اثر تخم کشی و لارف کشی روی کنه ها داره و علیه کنه ها و مگس سفید مخصوصا روی سبزیجات و گیاهان زینتی در گلخانه و همچنین میوه ها توصیه میشه و خاصیت سرطانزایی نداره. LD50 اون 940 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن هستش. کلورفن وینفوس حشره کشی با اثر تماسی و تنفسیه که برای کنترل حشرات مختلف مورد استفاده قرار میگیره و برای کنترل حشرات برگخوار مانند سوسک کلرادو و ساق خارها مانند ساق خار ذرت قابل توصیه بوده. علاوه بر این علیه کنه ها، شپش ها و مگس های دامی هم توصیه میشه. چینو متیونیت کنکش انتخابی غیر سیستمیک و تماسیه و در کنترل کنه مرکبات، سبزی ها، جالیز و گیاهان زینتی موثره. فن پیروکسیمیت کنکش از گروه پیرازولو هستش که از انتقال الکترون در میتوکندری ها جلوگیری میکنه و کنکش تماسی و گوارشیه که اثر ضربه شدیدی بر لارو، نمف و کنهای بالغ داره و اثر اون در جلوگیری از پوست‌اندازی نمف هم قابل توجه هستش و برای کنترل انواع مهم کنه های خانواده اریوفیدائه، تترونیکیدائه، تنویپالپیدائه و تارسونمیدائه در مسائل مختلف کاربرد داره و سمیت زیادی برای انسان و جانوران خونگرم از روی گوارشی داره. هکسیتیازوکس کنکش تماسی و گوارشی با خاصیت نفوذی مناسبه که اثر کشندگی زیادی بر تخم، لارو و نمف کنها داره ولی بر بالغین چندان موثر نیست و با این وجود کنهای ماده سمپاشی شده قادر به تولید تخم‌های زنده نیستند و از این ترکیب برای کنترل تخم و لارو بسیار از کنهای گیاهخوار به ویژه کنه های تترونیکوس و پانانیکوس روی درختان میوه، سبزیجات و گیاهان زراعی استفاده میشه و سمیت گوارشی و پوستی کمی برای انسان و جانوران خونگرم داره. فنازاکوئین کنکش تماسی هستش که با دخالت در سیستم انتقال الکترون در میتوکندری ها باعث اختلال متابولیکی در بدن کنه ها و مرگ اونها میشه و این ترکیب اثر ضربه شدیدی بر مراحل متحرک کنه ها داشته و از ویژگی تخم کشی هم برخورد داره و علیه انواع کنه های خانواده تترونیکیدائه در محصول مختلف زراعی، باغی و زینتی استفاده میشه و سمیت زیادی برای انسان و جانوران خونگرم از راه گوارشی داره ولی سمیت پوستی اون کمه. اتوکسازول کنکش تماسیه که ظاهرا از فرآیند پوست‌اندازی در کنها جلوگیری میکنه و بر تخم، لارو و نمف کنها موثره و بر بالغین بی تاثیره و از اون علیه بسیار از کنهای گیاهخواره روی درختان میوه و سبزیجات استفاده میشه و سمیت گوارشی و پوستی اندکی برای انسان و جانوران خونگرم داره. تبوفن پیراد کنکشی تماسی گوارشی و داره خاصیت نفوذی در برگهای گیاهانه و به این طریق از رشد تخم کنه ها در صد دیگر برگها جلوگیری میکنه و این ترکیب جزء گروه پیرازولو هستش و علیه همه مراحل کنه های گیاهخوار تترونیکیدائه روی درختان میوه، سبزیجات و گیاهان زراعی و زینتی کاربرد داره و سمیت این ترکیب برای انسان و جانوران خونگرم از راه گوارشی نسبتاً کمه. از گروه کنکش‌های آنتی‌بیوتیکی نیکومایسین و تورینجینسینو داریم و از کنکش‌های میلبمایسین میتونم به
میلومکتین، میلبمکتین اوکسین و ماکسیدکتین اشاره کنم و ترکیباتی مانند آمیتراز، کلورومیبوفورم، فورمتانات و فورمپارانات جز کنکش‌های فورمامیدین هستند و از کنکش‌های ارگانوکلورین، بروموسایکلین، ددته، دینوکلور و اندوسولفان رو داریم و ترکیباتی مانند دیکلوروویس، هپتنفوس، تتراکلوروینفوس و نالد جز کنکش‌های ارگانوفوسفات هستند و از کنکش‌های ارگانوتیوفوسفات، بروموفوس، آمیتون، مالاتیون، سوفامید و پاراتیون رو داریم و از کنکش‌های فسفر آمیدوتیوآت میتونم به آیزوکاربوفوس، متامیدوفوس و پروپتانفوس اشاره کنم و ترکیباتی مانند دیمفوکس و میپافوکس جز کنکش‌های فسفرودیامید هستند و از کنکش‌های کاربامات متیوکارب، کاربوفوران، کارباریل، پروپوکسور و بنومیل داریم و ترکیباتی مانند تیوفانوکس، تیوکاربوکسین، بوتاکاربوکسین و آلدیکارب جز کنکش‌های کارباماتی اوکسین هستند. به نام خدا. در فصل دوم از این آموزش به جونده‌کش‌ها می‌پردازم. در این فصل جونده‌کش‌ها، جونده‌کش‌های معدنی، جونده‌کش‌های آلی، مشتقات ایندندیون، جونده‌کش‌های گیاهی، جونده‌کش‌های فسفره و سایر جونده‌کش‌ها رو داریم. کنترل جوندگان زیان آور احتمالاً قدیمی‌ترین عملیات مبارزه علیه آفاته و اولین مواد شیمی که در مبارزه با جوندگان به کار رفتن جز ترکیبات آرسنیکی هستش و سومی که برای مبارزه با جوندگان به کار میرن جونده کش نامیده میشن و این سموم معمولا همراه با تومه استفاده میشن و جونده کش ها شامل گروه های متفاوتی از سموم هستن که به طور اختصاصی یا غیر اختصاصی برای مبارزه با جوندگان به کار میرن و به طور کلی به دو گروه، یکی سموم حاد با تأثیر در یک بار مصرف و دیگری سموم مزمن با تأثیر در چند بار مصرف یا تأثیر تدریجی تقسیم شدن و این طبقه بندی بر اساس نحوه اثر سموم و دیگه ماهیت شیمی اونها صورت میگیره. لایک سم جونده کش ایدئال باید سه ویژگی داشته باشه. اولا سمت بالایی برای جونده داشته باشه، دوما از لحاظ خوراکی مورد پسند جانور باشه و دیگه اینکه برای انسان خطر کمتری داشته باشه و همچنین یک ترکیب جونده کش نباید باعث مرگ سریع جانور بشه چون در جمعیت جوندگان وحشت ایجاد میکنه و معمولا سموم با اثر حاد در جوندگان به ویژه موش‌ها ترس و وحشت ایجاد میکنن ولی ترکیبات با اثر تدریجی برتری زیادی دارن و به تدریج اثرشون بروز میکنه. این نکته رو باید بدونید که اکثر ترکیبات جونده کش تنها از طریق گوارشی باعث مرگ جونده میشن و اگرچه مکانیزم عمل هر یک از اونها متفاوته و در مبارزه با جوندگان آشنایی با رفتار و بیولوژی اونها اهمیت داره و کلا دو فصل مشخص در مبارزه با جوندگان وجود داره، یکی بهار و تابستان و بعدی پاییز و زمستانه که در طول بهار و تابستان جوندگان به غذاهای آبدار و تازه علاقه دارن و پراکندگی بیشتری دارن پس مبارزه با اونها رو مشکل میکنه و در پاییز و زمستان به مواد غذایی خشک علاقه دارن. مثلا خرگوش ها فقط در زمستان تنه درختان رو جویده و خسارت میزنن و در بهار و تابستان که علوفه زیاده خسارت چندانی ندارن و تشی ها دارای فعالیت شبانه هستن و در همه فصل ها خسارت میزنن و چون تراکم زیادی ندارن باید در لانه اونها اقدام مبارزه کرد و موش ها فراوان ترین و پرخسارت ترین جوندگان هستن و معمولا تومهای مسموم گذاشته شده برای موشها کمتر از غذای معمولی اونها خاصه جلب کنندگی داره چون بو و طعم غذا توسط سم تغییر کرده. و درباره کاربرد سم جونده کش باید بگم که کلا به دو منظور مختلف میشه از اونها استفاده کرد که بسته به شرایط محیطی، میزان خسارت و جمعیت جونده انتخاب میشن. مورد اول استفاده از سموم قبل از بروز خسارته
که در این حالت ماده سمی به طور دائم در محل زندگی جونده قرار داده میشه و یا بسته به شرایط در طول فصل رشد محصول مصرف میشه و در برخی حالات ممکنه کاربرد سم تنها در طی چند هفته بعد از کاشت محصول یا از شروع گلدهی تا انتهای فصل رشد انجام بشه که در این حالت در صورتی که سموم به موقع مصرف بشن نیاز به مراقبت دائمی جمعیت جونده نبوده و به ویژه در وقتی که جمعیت بالای از مورهای صحرایی در اطراف مناطق مسکونی وجود داشته باشه موثره. و مورد بعدی استفاده از سموم در زمان بروز خسارته و کاربرد سموم به این صورت در کشاورزی نیاز به عکس العمل سری داره، چون در غیر این صورت اجتناب از خسارت در زمان طغیان جمعیت جوندگان غیر ممکن خواهد بود و هزینه انجام این روش کمتر از روش قبلیه و عمدتاً در مبارزه با جوندگان به این صورت عمل میشه. و جونده کش ها از نظر عمل و کنترل به دو گروه تقسیم میشن. در سوم با اثر تدریجی که موجب مرگ تدریجی میشن، تومه های تهیه شده با اونها باید تا زمان مرگ در اختیار جونده باشه و مصرف این تومه ها برای 2 هفته برای مرگ جوندگان کافی هستش، که البته این زمان بسته به نوع سم و حساسیت گونه متفاوت هستش و برای اطمینان میشه در فاصله هر 3 تا 10 روز اقدام به تومه گذاری کرد. و در سوم با اثر حاد مرگ جونده سری رخ میده و میزان مصرف اونها در واحد صد کمتره، به طوری که میزان سم مصرفی در مقایسه با سوم اثر تدریجی تا حدود 1/10 کاهش پیدا میکنه و برای اطمینان از تاثیر کافی اغلب تا حدود 1/4 یا نصف سموم با اثر تدریجی از این سموم استفاده میکنن. و این تومه ها رو میشه به طور مستقیم پخش کرد و معمولا در مکان هایی که جمعیت جوندگان بالا هستش ابتدا اقدام پیش تومه گذاری میکنن. خب در اینجا درباره پخش تومه های مسموم هم به نکاتی اشاره میکنم. قرار دادن تومه ها در محل مناسب بسته به نوع تومه، ماده سمی، نوع جونده، تعداد و پراکنش اون متفاوت هستش و عموما استفاده از تومه های کوچیک و به تعداد زیاد باعث میشه که همه جوندگان بدون رقابت با هم به میزان کافی به تومه ها دسترسی پیدا کنند، در حالی که تومه های بزرگتر و با تعداد کمتر از نظر نگهداری، حمل و نقل و کاربرد محدودیت دارند و اگر پراکندگی جوندگان محدود به حاشیه مزارع باشه تاثیر کافی داره و بهترین زمان برای پخش تومه ها در زمان غروب آفتابه. و این تومه ها در حالتی که در نزدیکی مرتبه مسکونی یا محل عبور دام به کار برده بشن باید در صبح روز بعد جمع آوری بشن تا از مسمومیت انسان و حیوانات اهلی جلوگیری کرد. و دیگه اینکه تومه های مانده برای جوندگان زیاد جذاب نیست. اگرچه استفاده از تومه های مسموم به عنوان ساده ترین و موثرترین روش در کنترل جوندگان به شمار میره، ولی گاهی جوندگان تمایل کمتری به تغذیه از تومه های مسموم نشون میدن و در این شرایط استفاده از سایر روش ها مفیده، که یکی استفاده از سموم به صورت گرد هستش و به این صورت که وقتی جونده به تماس با گرد حاوی ماده سمی بی‌توجه هستش، مقداری از این مواد به بدن اون میچسبه و چون جوندگان عادت به لیسیدن و تمیز کردن خود دارن، پس مقدار از این سموم وارد بدن اونها شده و باعث مسمومیتشون میشه و باید غلظت سم مصرفی زیاد باشه، چون مقدار بسیار کمی از گرد وارد بدن جونده میشه و تعداد زیادی از سموم ضد انقاد خون و برخی از سموم با اثر حاد که به صورت گرد هستن در این زمینه کاربرد دارن و امتیاز این سموم نسبت به تومه های مسموم مدت اثر طولانی تر اونها هستش، ولی به علت مصرف غلظت بالای سم هزینه ها زیاد میشه و همچنین احتمال مسمومیت سایر جانوران هم بیشتر میشه. و سوم گازی در اماکن سربسته مانند انبارها و اماکن باز یعنی مزارع برای مبارزه با مورها استفاده میشه و میشه از قرص های فسفید آلومینیوم و یا پودر سیانید کلسیم یا سدیم استفاده کرد و اونها وقتی در معرض رطوبت قرار میگیرن به ترتیب گازهای کشنده بی‌هایسه و هایسین رو از خود متصاعد میکنن و استفاده از این فرمولاسیون ها در خاک های مرطوب و سنگین در امر عرضه با جوندگان تاثیر زیادی داره. به طور کلی سوم مورد استفاده در عرضه با جوندگان رو به این صورت طبقه بندی میکنن. یکی جونده کش های گازی یا تدخینی هستن که برای عرضه با مورش ها
در انبارها، کشتیهای حمله بار و اماکن سربسته استفاده میشه. مانند سیانور کلسیوم، متیل بروماید، فسفید آلومینیوم و گاز کربونیک. و دومی، جونده کش‌های معدنی هستند که اغلب بسیار خطرناک و سمی هستند. مانند فسفر دو زنگ، سولفات تالیوم و کربنات باریوم. و سومی، جونده کش‌های آلی هستند که شامل چند گروه می باشند. اولی، جونده کش‌های کومارینی هستند که با جلوگیری از تشکیل ویتامین کا و آسیب جدار مورگ‌ها باعث خونریزی میشن و خون جانور منعقد نمیشه. و بعدی سوم ضد انعقادی از مشتقات ایندندیون هستش که مانند مشتقات کومارینی از انعقاد خون جلوگیری میکنن. و درباره جونده کش‌های فسفر باید بگم که امروز مصرف نمیشن. و سومی مانند اندرین، آلدرین و توکسافن در گروه جونده کش‌های کلور هستند که امروز مصرفشون توصیه نمیشه. و گروه بعدی جونده کش‌های گیاهی هستند که از قسمت‌های مختلف گیاهی به دست میان و امروز کاربرد چندانی ندارن. و گروه جونده کش‌های متفرقه غالبا شامل سوم با اثر حاد مانند آنتو و فلورو استا سدیم هستند. خب همونطور که گفتم برای کنترل جوندگان از سوم معدنی فسفر دو زنگ و سولفات تالیوم داریم که در اینجا معرفی میشن و مشخصات فسفر دو زنگ و همچنین ساختار شیمی اون رو در اینجا مشاهده میکنیم و این ترکیب به شکل خالص به صورت گرد سیاه رنگیه که بوی سیر میده و تحت تاثیر رطوبت و مواد اسیدی تجزیه میشه و در آب نامحلوله و در حالت خشک فاقد خاصیت طبقی هستش و این سم بعد از ورود به بدن جانور تحت تاثیر اسید معده گاز فسفین تولید میکنه که این گاز بعد از ورود به خون و انتقال به سیستم عصبی باعث اختلالات عصبی شده و اعضای بدن جانور رو مانند قلب، کلیه و کبد رو از کار میندازه. پس موشکشی گوارشی هستش. و این ترکیب فاقد خاصیت تجمعیه و جانور سری میمیره و برای کنترل موشهای خانگی و مزارع غلات، یونجه، باغهای میوه و نیشکر به صورت تومه مسموم 3-5% به کار میره. و همونطور که LD50 اون رو در اینجا مشاهده میکنید متوجه میشید که سمی بسیار زیادی برای انسان و جانوران خونگرم داره. سولفات تالیوم که ماده خالصش به شکل پودر بیرنگ و بدون طعم هستش و فاقد خاصیت تبخیریه و سمی پردوامه و در آب هم قابلیت انحلال زیادی داره و از طریق گوارشی تأثیر داره و باید به شکل خالص مصرف بشه و به صورت خمیر و دانه معروف به زلیو فرموله شده و علیه موشهای خانگی و صحرایی به کار میره و در معده جانور تالیوم آزاد میکنه و جذب بدن میشه که باعث بلوکه شدن و رسوب آنزیم های سلولی میشه و گاهی به عنوان سم ضد مورچه کاربرد داره و سمیت زیادی برای انسان و جانوران خونگرم داره و از دیگر سوم مربوط به جونده کش‌های معدنی اکسید آرسنیک، آرسنیت پتاسیم و آرسنیت سدیم رو داریم. درباره نحوه اثر سوم کومارین باید بگم که این سوم از تشکیل ویتامین کا و پروترومبین جلوگیری میکنه و به طور همزمان بر جدار عروق اثر کرده و موجب خروج خون از اونها میشه و این خون در اعضای داخلی بدن پخش شده و باعث خونریزی داخلی میشه و از اونجا که جدار مورگ‌های بدن نازک‌تره خونریزی در اعضای مانند مغز، قلب، کلیه ها، کبد و شش ها که تعداد مورگ‌ها در اونها بیشتره شدیدتر خواهد بود و حساسیت موش‌ها در برابر ترکیبات مختلف کومارینی و ضد انعقادی بر حسب عوامل مختلف متغیره. مثلا موش‌های بزرگ عموماً در نتیجه یک بار مصرف سمو مسموم نمیشن و باید چند روز متوالی از تومها بخورن و از طرف دیگه باید توجه کرد در صورت تغذیه غیر کافی از تومه مسموم مقاومت در موش‌ها ایجاد میشه که باعث افزایش میزان مصرف سم میشه. و سری جدیدی از این ترکیبات به نام نسل دوم جونده کش‌ها که بر جوندگان مقاوم به سایر سوم ضد انعقادی موثرن عرضه شدن. و سوم مختلفی در گروه سوم کومارینی هستند. از جمله وارفارین که یکی از اولین موشکش‌های ضد انعقادی هستش که علیه جوندگان مختلف به کار میره و ماده خالص اون به صورت کریستال‌های سفید رنگ، بیمزه و بو هستش و در آب غیر قابل حله ولی در حلال‌های عالی
مواد قلیایی به خوبی حل میشه و به صورت تومه مصرف 5% علیه موشهای انباری استفاده میشه و برای تهیه تومه از قطعات نان به تنهایی یا تکه‌های کوچک گوشت و ماهی استفاده میشه و به طور یکسان بر جنس‌های نر و ماده اثر داره، ولی ماده‌های آبستن و جوانترها زودتر از بین میرن و سمیت بسیار زیادی برای انسان و جانوران خونگرم داره. کوماکولور ترکیب بسیار پایداره که حتی در برابر اسیدهای قوی پایداری داره و در آب نامحلوله و عمدتاً برای مورد با جوندگانی ماننده موشهای انباری سیاه و موش نروژی استفاده میشه و برای تاثیر کافی لازمه که در چند نوبت توسط جونده مصرف بشه و به صورت تومه مسموم و گرد به کار گرفته میشه و تومه مسموم این سم باعث ترس موش نمیشه و سمیت زیادی برای انسان و جانوران خونگرم داره. کومافوری علیه موشهای بزرگ خانگی و مخصوصاً موشهای مهاجر استفاده میشه و به صورت گرد و نمک‌های قابل حل در آب فرموله میشه و برای تهیه تومه مسموم میشه از دانه غلات استفاده کرد و سمیت بسیار زیادی برای انسان و جانوران خونگرم داره. کوما تترالین به صورت خالص به فرم جامد، زرد رنگ و بیبو هستش و با توقف سنتز پروترومبین مانع انعقاد خون میشه و برای مبارزه با موشهای خانگی و صحرایی استفاده میشه و به صورت گرد 75% و تومه مسموم 5% فرموله میشه و موشهای مانند موش خانگی و موش انباری سیاه مقاومت بیشتری نسبت به این سم از خود نشون میدن و باید مقدار بیشتری سم برای مرگ قطعی جانور استفاده بشه و برای انسان و جانوران خونگرم بسیار سمیه. و میرسیم به معرفی سم دایفناکوم که فرم خالصش به شکل بلورهای سفید رنگه که در آب نامحلوله و ده حلالهای عالی حل میشه و برای کنترل انواع موشهای صحرایی و خانگی استفاده میشه و به صورت تومه مسمومه 5000% فرموله میشه و تومه مسمومه این سم دشت مرتوب نسبت به کپک زدگی مقاومت داره و ترکیب بسیار سمی برای انسان و جانوران خونگرمه. برودیفاکوم یک جونده کش جدید ضد انعقادی برومدار هستش و به صورت تومه مسموم آماده مصرف و گرد فرموله میشه و یک بار مصرف تومه با دوز 50 میلی گرم بر کیلوگرم مواد غذایی موجب مرگ جونده میشه و علیه انواع جوندگان به ویژه موش ورامی، موش خانگی و موشهای انباری سیاه و قهوه‌ای توصیه میشه و قدرت کشندگی این ترکیب از وارفارین و پیندون بیشتر هستش و برای انسان و جانوران خونگرم بسیار سمیه. بروما دیلون از جمله سون نسل دوم بوده و عمدتاً علیه جوندگان مقاوم به سای سوم زده انعقادی به کار میره و فرم خالصش پودری شیری رنگ و بدون بو هستش و به صورت تومه مسموم آماده مصرف و گرد فرموله میشه و یک بار استفاده از 50 میلی گرم بر کیلوگرم مواد غذایی توسط موشها بعد از 5 روز مرگ جونده رو به دنبال داره و برای کنترل موش انباری و ورامی قابل توصیه هستش و تشکیل پروترومبین رو متوقف کرده و موجب خونریزی داخلی میشه و داره سمیت زیادی برای انسان و جانوران خونگرمه. فلوکومافن از گروه جونده کش های ضد انعقادی جدید هستش و ترکیبی کاملا پایدار در شرط عادی که به میزان کمی در آب ولی در حلال های عالی به خوبی حل میشه و مانع انعقاد خون میشه و برای کنترل انواع جوندگان در کشاورزی، مرکز صنعتی و انبارها استفاده میشه و این ترکیب به صورت تومه مسموم آماده مصرف فرموله میشه و یک بار مصرف سم به میزان 50 میلی گرم بر کیلوگرم برای موش کشنده هستش و سمیت بسیار زیادی هم برای انسان و جانوران خونگرم داره. خب میرسیم به معرفی سوم متعلق به مشتقات ایندندیون که مانند ترکیبات کومارینی خاصیت ضد انعقاد خون دارن و از انجام مراحل سنتز فاکتورهای انعقاد خون که به حضور ویتامین K نیاز داره جلوگیری میکنن و معمولا سمیت نسبتاً بیشتری برای جوندگان دارن و پیندون ترکیب با دوام و پایداری زیاد هستش و فرم خالصش ترکیبی زرد رنگ و نامحلول در آب ولی در اکثر حلال‌های عالی حل میشه و از اون
علیه موش‌های صحرایی و خانگی به صورت طعمه مسموم استفاده می‌کنند.